یک تنبیهی داره به هر حال، مثل هر قانون شکنی دیگری که تنبیه داره تنبیه. منتها اتفاقا تو این زمینه تنبیه ها خیلی ملایمه، غیر از اینکه یه تعهد ازش میگیرن که بالا اگه خیلی تکرار شده باشه دیگه زندان ممکنه. بله قرار داده اگر تحریک شد آمد سمت تو و به تو تعرض کرد، توقع نداشته باش که کسی مانعت بشه، تو خواستی آزاد باشی، او هم میتوانه آزاد باشه. بعد ببینی جامعه چجوری میشه. عملا میگوید اگر مرد سالم باشد به زن بعد حجاب تعرض میکنه. تعرض مردان به زنان را به دلیل نوع پوشش توجیه کرده. اظهارات جنجالی رشیدی کوچی از نزدیکان قالیباف درباره سعید جلیلی. سلام دوستان عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. با ما همراه باشید با حواشی جدید. سخنان اخیر نماینده ستاد جلیلی در فضای مجازی جنجال ساز شده است. مریم اشرفی گودرزی در مناظره با میترا جلوداری نماینده ستاد پزشکیان گفت اگر بدون حجاب آمدی بیرون و مورد تعرض قرار گرفتی خودت مقصری. بنابر آنچه که رسانه ها آوردن، مریم اشرفی گودرزی عضو شورای مرکزی جبهه ایران اسلامی است و در پروفایل های منتسب به او این عناوین دیده می شود. همواره طلبه، محقق، مدرس، فعال سیاسی و فرهنگی. در همین راستا رضا نصری فعال سیاسی در توییت خود به اظهارات مریم اشرفی گودرزی واکنش نشان داد. نصری در این توییت نوشت عملا میگوید اگر مرد سالم باشد به زن بعد حجاب تعرض میکنه. چه تصویری قرار است پیرامون این تفکر از ایران و مردم ایران بسازند؟ چه تصویری قرار است از اسلام ارائه کنند؟ چه آبی قرار است به آسیاب ایران حراسی و اسلام حراسی بریزند؟ احمد زیدآبادی هم در واکنش به این موضوع نوشت خانومی که به عنوان نماینده ی ستاد جلیلی معرفی شده است عملا تعرض مردان به زنان را به دلیل نوع پوشش آنها توجیه کرده و خطاب به خانوم ها گفته است اگر بدون حجاب آمدی بیرون و مورد تعرض قرار گرفتی خودت مقصر. تا همین 100 سال پیش عده‌ای از متحجران معتقد بودند که اگر جنس زن بودن پوشاندن صورت و دستهایش در برابر مردان نامحرم ظاهر شود و یا در حضور آنها حرف بزند سبب تحریکشان می شود. بنابراین زنان برای معصوم ماندن از تعرض مردان باید در مقابل هر نامحرمی روبنده بپوشند و برای حرف زدن با آنها ریگی زیر زبان خود بگذارند تا لحن عادی و طبیعی آنها خشن شود و زمینه دلبری از نامحرم پیش نیاید. آنها هم به زنان میگفتند اگر بدون روبنده آمدی بیرون و یا در برابر نامحرم حرف زدی و مورد تعرض قرار گرفتی خودت مقصری. من دوست دارم بدانم پاسخ این خانم محترم به آن متحجران چیست، چون خودش نه روبنده پوشیده و نه هنگام مناظره ریگی زیر زبان خود گذاشته است. رشیدی کوچی نماینده سابق مجلس درباره اقدامات تیم سعید جلیلی پیرامون فیلترینگ گشت ارشاد دست به افشاگری زد. در پیام منتشر شده از سوی جلال رشیدی کوچی نوشته شده در مجلس از نزدیک شاهد بودم که بزرگان جبهه پایداری چه امروز از آقای جلیلی تمام قد حمایت میکنند، چگونه با حلقه میم در دولت 13 1 واردات آیفون را ممنوع کردند، 2 گشت ارشاد را تقویت کردند، 3 فیلترینگ را گسترش دادند، 4 قانون واردات خودرو را آنطور که به نفع مردم باشد اجرا نکرد. 30 سال از جلیلی را می شناسم. تندروی متعصب و ریاستش به حاکمیت مطلق فرق می انجامد. یادداشت تکان دهنده یک دیپلمات کهنه‌کار. حمید ابوطالبی دیپلمات با سابقه ایران در شبکه ایکس نوشت چرا این توییت را می نویسم؟ من در انتخابات 8 تیر ماه شرکت نکردم ولی کسی را هم تشویق به آن ننمودم، چون در چیدمان انتخابات کسی را برای برگزیدن نداشتم. جناب پزشکیان را نیز نمی شناسم و نسبت به توانایی هایش برای تحول و تغییر تردید دارم، اما مطمئن هستم تعهد ایشان به سیاست های اصلاح طلبانه اش کشور را به وادی هلاکت نمی اندازد. اما جناب جلیلی را بیشتر از 3 دهه است که کاملا می شناسم و می دانم که ایشان تندروی متعصب است که اکنون خود و جناح افرادگرایش را در مسیر ریاست جمهوری می بینند.
مناظره انتخاباتی آمریکا را از نزدیک مشاهده کردم. این مناظره انتخاب ترام را قریب وقوع کرده است. یکی از موضوعات مطرح در این مناظره ایران و نحوه مقابله با آن بود. از این رو سالهای آینده برای ایران و ایرانیان عزیز از منظر بین‌المللی و داخلی سالهای بسیار حساس و پیچیده است. اینک که در دور نخست رای گیری بیش از 60% مردم با شرکت نکردند در انتخابات و حدودی نیمی از شرکت کنندگان هم با رای به جناب پزشکیان پیام صریح و بی ابهام خیش را رساندند، وظیفه ملی ما شکل دیگری به خود گرفته است، چرا که در صورت قدرت گرفتن افراطی ترین جناح اصولگرا ایران عزیز در سالهای آتی با چالش ها و خطرات بسیاری در این شرایط حساس روبرو خواهد شد. این خطرات و چالش های آتی که سرآغاز دور جدید آنها مذاکرات پیشین جناب جلیلی بوده است عبارتن از خطر درگیری با غرب. غرب تهدید کرده است که به دلیل فروپاشی برجام مجبور است حتی اکثر تا سال آینده از مکانیزم اسنپ بک برای بازگردانی ایران به فصل هفتم منشور و برقراری کامل تحریم های شورای امنیت استفاده کند. فصل هفتمی که اولین دستاورد مذاکرات جناب جلیلی و سرآغاز فلاکت کشور بوده است و تحریم هایی که تمام کشورها موظف به اجرای آنها خواهند با این وضعیت تازه انتخاب ایشان و حاکمیت نظرات جناح وی به خروج ایران از NPT منجر شده و برای تثبیت این خروج انجام آزمایشات هسته‌ای ایران قریب وقوع خواهد. در مقابل غرب هم که متحد شده است از هسته‌ای شدن نظامی ایران جلوگیری نماید ولی آنکه دست به اقدام نظامی بزند به جنگ و درگیری روی خواهد آورد. خطر تحریم‌های فلج کننده. ترامپ متعهد شده است تا در صورت پیروزی تحریم‌ها را دوباره به شکل فلج کننده‌ای بازگرداند. جناب جلیلی هم در مناظره‌ها گفته است که در صورت پیروزی می‌خواهد غرب را به خاطر تحریم‌ها پشیمون نماید. لذا در صورت انتخاب جناب جلیلی و جناح ایشان نه تنها مذاکره‌ای برای حل مشکلات مردم در کار نخواهد بود، بلکه ایشان که متعهد شده است تا اثرات تحریم‌ها به شکل داخلی کاهش دهد به مخاصمه با غرب خواهد پرداخت و این یعنی حاکمیت کامل فقر مطلق در کشور، فروپاشی اقتصاد ایران، نابودی حیثیت اجتماعی و بین‌المللی ایرانیان، از بین رفتن دینداری و باورهای ملی مردم، درگیری با غرب و فقر مطلق کشور و حاکمیت کامل افراطگرایی ایران را در آستانه فروپاشی قرار می‌دهد. در صورت انتخابات جناب جلیلی، جناح ایشان برای رهایی از این وضعیت رو به سوی روسیه و چین خواهد آورد و ایران عزیز از سر ناچاری و نه انتخاب در ساختار نظم جدید شرقی یعنی روسیه و کره شمالی قرار خواهد گرفت و تأمین کننده ارزان و تقریبا مجانی نیازهای انرژی و مواد خام آنان و به ویژه چین خواهد شد. این وضعیت ایران را به جبهه اصلی نزاع میان شرق جدید و غرب تبدیل می کند. محور مقاومت را به دلیل ضعف اقتصادی ایران از هم خواهد پاشید. محاصره نظامی و اقتصادی ایران کامل خواهد شد. مردم می بایست هر روز در هراس و وحشت درگیری زندگی نمایند. فقر مطلق و زیستن در زیر سایه هراس و وحشت که حاصل سیاست‌های اعلامی جناب جلیلی در مناظره‌ها خواهد بود به ورشکستگی اقتصادی، تشدید فساد سیستماتیک، اختلاس روزافزون، فروپاشی اجتماعی، تخریب بنیان خانواده، نابودی نهادهای ملی، مهاجرت ایرانیان به خارج و مهاجرت افغان‌ها به ایران تغییرات وسیع جمعیتی خواهد انجامید. دوستان عزیز، نظر شما چیه؟ لطفاً نظرات خودتونو در کامنت برامون بنویسید. شما توی انتخابات دوره دوم شرکت میکنید یا نه؟